یه سری فیلم‌ها رو به صورت انیمیشن اونها برای ما فرستاده بودن. اون چیزی که مثلا فرض کن دو تا ربات باید با هم بازی کنن، خب این که ربات چه مرزی داره، چه حدی میتونه جلو بره، تا چه حد میتونه ضربه بزنه، از چه نوع توپ و چه نوع راکتی باید استفاده بشه، اینها یه چیزایی بود که همین امسال میبایست حل میشد و همین امسال هم آزمایش میشد، چیزی نبود که سالهای قبل انجام بشه. اصلا ویژگی این مسابقات روبوکان به این صورت هستش که هر سال موضوع مسابقه تغییر میکنه و این خودش یکی از مواردی هستش که مسابقه رو پرچالش میکنه. مراجعه چند تا از دانشجویان به حوزه معاونت فرهنگی و درخواستشون برای شرکت دانشگاه توی این مسابقات، بعد از اون که خب من اسمم به عنوان یکی از اعضای تیم انتخاب شد، قوانین مسابقات نشستیم به صورت کامل با اعضای تیم تجهیز تحلیل کردیم. برای تجهیز آزمایشگاه پروژه روبوکون، آزمایشگاه مقاومت مساله بخش مکانیک رو قرض گرفتیم ازشون. حالا هم مجبور بردن وسایل انتقالشون به یه جا دیگه ایم که حالا وسایل مربوط به پروژه روبوکون رو بیاریم و آزمایشگاه رو تجهیز کنیم و بچه ها کارشون شروع کنن. تصمیم اولیه این شد که برای اینکه بچهای گروه الکترونیک بتونن درایورها رو راه اندازی کنن و حرکت ربات رو تست کنن، یه شاسی طراحی بشه. مونده بود که ما شیرهای پنیوماتیک رو چجوری وز کنی به ربات. اون راکت ها مسئله اصلی بود. قانون مسابقات این بود که تو به هیچ محدودیتی واسه تعداد راکت روی دستگاه نداری، فقط باید یک چیز باشه که اون راکت ها بالاشون به هم برخورد نکنه. ما اونی که تصمیم گرفتیم برای اون برای هر کدوم ربات ها، اون برای من بحثم رو ربات کوچیک است که برای ته زمینه، این هم ربات سرویس بزنه با یه بازو بیرون و 5 تا راکت هم وسطش باشه که بتونه ضربه هایی که از روبرو میاد جواب بده. خود همین مکانیزمی که این راکت ها رو بتونه وز کنه به جکا هولوش یه ماه طول کشید، چون یعنی میگم سخت‌ترین بخش کارم همین بود. جکا هم انتخاب کردیم، جکای خوبی بود که یه ضربه خوبی بتونه بزنه. همین ضربه ای که میزد خیلی چیزا سیستم ما رو به هم ریخت، یعنی ضربه میزد خود ربات حرکت میکرد، ضربه میزد کلا ربات میچرخید. اینا ما اولوش من میگم یک ماه درگیر همین بودیم تا بتونیم اینو چیکار کنیم درستش کنیم. یه طرحی داشتیم برای اینکه اپراتورهامون کارشون راحت تر بشه، گفتیم اپراتور فقط بیاد به این فکر کنه که ربات رو ببره تو مکانی که فقط توپ فرود میاد، دیگه ربات خودش اتوماتیک وار جواب ضربه حریف رو بده. چجوری قطع کردیم؟ باید نمیدونم ها؟ دسته داره چی؟ یه استیله با الان موقع دور نیست خب، بعدی سب کن، برو سب کن، بعدی رو برو بعدی رو برو مشکلی که پیش می اومد این بود که همه توپ ها با یک زاویه وارد نمی شدن. بعضی توپ ها رو با یک زاویه جواب میداد. بالفرض ما وای می استادیم برای تست، خودمون با دست که پرتاب می کردیم با یه زاویه خاص که پرتاب می کردیم آره خوب جواب میداد. ولی متاسفانه همه توپ ها چون که ما دیگه قابمون صلب با یه زاویه دیگه نصب میشد رو ربات و این زاویه قابل تغییر نبود،
این با یه زاویه خاص جواب میداد، ولی اگه با زاویه تغییر میکرد یا ارتفاع تغییر میکرد یا اینکه سرعت توپ تغییر میکرد، ما یه دیلی براش میتونستیم تعریف کنیم. یا اگه دیلی تغییر میکرد، اون تغییر سرعت توپ تغییر میکرد، خب بازم نمیتونست جواب بده، که خب در آخر سر مجبور شدیم که اون لیزر رو هم حذف کنیم و کلن تمام کار رو به اپراتور بسپاریم، هم این که تشخیص بده توپ کجا فرود میاد، ربات رو ببره اونجا، و هم این که ضربه مناسبی رو بزنه برای رد کردن توپ. برای طراحی ربات دوم از تجربه ربات اول استفاده شد. به هر حال چون ربات اول طراحی شده بود، یه سری در واقع تست گرفته شده بود و مشخص بود که ضربه هایی که میزنه به چه صورت هست، برای ربات دوم سعی شد که از حالا نقاط ضعفی که ربات اول داشت در واقع استفاده بشه، برای اینکه این نقاط ضعف دیگه نداشته باشه، و ربات دوم در واقع مکمل ربات اول طراحی شد و به این ترتیب در واقع دیدی که نهایتاً رسیدیم این بود که ربات اول بتونه یه سری ضربه ها رو پاسخگویی کنه و ربات دوم یه سری ضربه های دیگر رو، و در واقع مکمل هم توی زمین بتونن با هم دیگه کار کنن. در ضمن یکی از وظایف مهم ربات دوم سرویس زنی بود، یعنی در حقیقت ربات دوم حالا نهایتاً تصمیم گرفته شد که اون راکت مربوط به زدن سرویس رو روی ربات دوم قرار بدیم و در حقیقت تمام مکانیزم های مربوط به زدن سرویس که خیلی هم برامون مهم بود روی ربات دوم پیاده سازی و تست شد. سرویس باید به شکلی می بود که دقیقاً مثل بازی که انسان ها می کنن، یک ربات خودش توپ رو رها کنه، نه پرت کنه، نه اینکه بندازه بالا، توپ رو رها کنه و با یک بازو دیگه سرویس رو بزنه. این بازو نگهدارنده توپ، ابتدا من یک ایده داشتم همونجا، مثلا توی قبل از اینکه حالا به مرحله صحبت کردن حتی به ساختش هم برسیم، من اون ایدمو اومدم نشستم پشت لپتاپم شروع کردم توی نرم‌افزار طراحیش کردم. خب توی نرم‌افزار وقتی طراحی می‌کنی و مونتاژش می‌کنی تو همون نرم‌افزار، تو می‌تونی حرکتشو به خوبی ببینی. بعد همون در حین همون که داشتم طراحی میکردم با بچه های گروه مکانیک صحبت کردیم و کم کم همون ایده تکمیل شد و اون این بود که رفتیم به سمت اینکه اینو با پرینتر سه‌بعدی بزنیم. پرینتر سه‌بعدی که استفاده کردیم پرینتری بود که از پروژه ساختش قبلا توسط بچه های دانشجو دانشگاه خودمون انجام شده بود. اونو بچه ها طبق هماهنگی های آوردن توی کارگاه، قطعه اولیه زده شد، حالا اون استقامت لازمش تست شد، تکرار شد ساختش، بعدها مونتاژ شد. حالا توی ساختای اولیه نازک بود، اشکالاتی داشت، زاویه مناسبی نداشت و نیاز به تکرار طراحی هم بود. سوراخش برابر نیست. برابر هم نیستن. میگین که سوراخ بزرگتر بزنیم وسطشون، یه بریک بزنیم. آره بیرون. آره خیلی خوب. حالا بیرون. نه بهتر شد. نمیتونی ببندیش. آره. چون خاطر لیزر. آه اینا کن. تو بزر بسرش. نه من دونم. آره. اینو شو یه لحظه. بعد از اینکه این گریپر توپ رو رها می‌کرد، عملگر پنوماتیک بعدیمون که سرویس راکت سرویس به اون وصل بود، با یک تأخیر زمانی اندکی به توپ ضربه می‌زد. ما با تغییر دادن این تأخیر زمانی می‌اومدیم برد و عمقی که توپ پرتاب می‌شد رو تغییر می‌دادیم. روی این قضیه خیلی اومدیم تست زدیم و در نهایت به سرویس های رسیدیم که با ارتفاع خیلی کمی از بالای تور رد می شدن. 200 زیاد با 205 200 فاصله این زیاد شده. من فهم کنم فاصله با اونم رد داره دیگه. همه یه رد نمید چند مطمئن شمه هشمونه چه میگه؟ معادله چند مطمئن 290 خوبه. 190 190 خوبه. معمولا دو تا دو تا بذاریم.
یکیش معمولا میفته پایین. یکیشو بزنیم که از اینجا سرویس رو خب قوانین تعریف کرده بود که ما باید سمت راست زمین خودمون ربات سرویسن میستاد، توپ رو رها میکرد و خب ضربه رو میزد. سرویس اون توپ باید توی یک منطقه زرد رنگی که توی زمین حریف مشخص شده یا اونجا باید فرود میومد، ما امتیاز رو میگرفتیم، یا باید میخورد به بدنه اون ربات و ربات نمیتونست جواب بده. یه جوری اون گوشه زرد عقب بیفت. ما باید 190 بده. 190 بده. خب بیشتر زاویه بده، بیشتر زاویه بده. ها؟ بعد تو حتی میتونی بیا اینجا بس. چرخ عقب داخل اون دیگه نه. دیگه البته موقع به تور هم گیر میکن چون نزدیک میشه به تور. گریپر محلی که توپ میفته باید داخل مستطیل باشه، یعنی محل فرود توپ، فرود توپ، محل فرود توپ باید داخل مستطیل. یعنی مهم نیست که حتما ربات داخل باشه، فقط محل یه قسمتش باشه، همش نه. به اگه بتونیم اون گوش ها بندازیم خیلی سرویس ها خوبی میشه. 190 یکی اون گوش زاویت میشه 190 بزن 190 آره یکم دیگه زاویت بیشتر کنه، یکم هم بری جلوتر خوب میشه. شابلونشو اونجا توی سرو فقط سرویس فقط شابلون بزن. این توپ ها خیلی دقیقه نیست، این توپش خراب بود. امتیاز گرفتن تو سرویس برای ما خیلی مهم بود، چون که جواب دادن سرویس و ضربات اونا خب کار سختی بود. ما اگه میتونستیم امتیاز سرویس رو بدون اینکه توپ رد و بدل بشه بگیریم، خب خیلی امتیاز خیلی خوبی برامون بود. به خاطر اینکه ربات هامون دیر آماده شده بود، ما وقت کمی برای تمرین داشتیم. به خاطر همین و با توجه به این محدودیت هایی که داشتیم و محدودیت زمانی و اینی که خب بالاخره شارژ شدن ربات ها باز خودش زمان می برد، تایم تمرین کردنمون محدود بود. ولی خب سعی می کردیم حد اکثر استفاده از این تایم بکنیم و تمرین هایی که مورد نیاز بود انجام بدیم. آی حیرت فبری توپ بله های سالم آوارزا به خاطر اینکه من روی ربات های پرنده کار میکردم، نظر و اینی که با ربات خوب تمرین کرده بودم، نظر دوستان و دکتر برخورداری این بود که اپراتور یکی از ربات ها من باشم و دوست دیگه هم مهرداد، اونم خب با ربات تمرین کرده بود، اونم خیلی خوب میتونست با ربات کار کنه، به خاطر همین اونم اپراتور ربات شده بود و من و مهرداد اپراتورای ربات ها بودیم تو مسابقه. وقتی به نمایندگی یک کشور داری میری جایی که واسه به اسم اون کشور بازی کنی، خودش یه استرس خیلی خاصی داره، خیلی یه احساس یه غروری داره که بدونم مثلا تو اینقدر شایسته بودی که نماینده یک کشور بشی، از طرف یه مسئولیت خیلی خیلی سنگینم روی دوشته. اپراتور ربات بودن خب استرس رو داره، یعنی الان وقتی که شما اپراتور ربات هستین، یعنی همه چیز ربات دست شماست، یعنی باید اپراتور بتونه وقتا موقع مسابقه و اون جوی که فضای مسابقات داره با اون تشویقایی که میشه و استرسی که اون لحظه داریم در زمان مسابقه داریم، خیلی کار سختی هم هست که آدم اپراتور ربات باشه، چون همه ازت انتظار دارن که نیز بتونی به بهترین نحو کارتو انجام بدی و نتیجه بگیریم از مسابقه ما. نه نه این خیلی فاصله میدونم. البته لیزر هم الان به این وصله. چی؟ لیزر هم الان به این وصله. چی لیزر هم میشه؟ میشه خب خروج میکرو و دیتاش او یه میکرو دیگه ما یه میکرو داریم که از اون میگیره خب از اون آردوینو خب وقت تو بعد تو با اون یکی هست دومی درسته خب برای چه برنه دومیه
دلش میشه بگم جواب جواب هست دلم جواب جواب هست نشه من این اصلا به دیلی میرسونه زهر رو بعدی دیگه نه به خاطر همین خب خاموشش کن زهر شیر رو باز کن زهر رو باز کن خاموش کردم اوکی یکی دو هفته آخر به شکلی بود ما دیگه کاملا تمام ابزارامون رو انتقال داده بودیم به زمین تست، حتی محل خوابمون، خوراکمون، زندگیمون رو هم انتقال داده بودیم اونجا که دیگه از تمام تایممون بتونیم استفاده کنیم. شیفتی میخوابیدیم، شیفتی کار میکردیم. بچه ها خوابن، روبات ها رو گذاشتن اینجا یه استراحت کوتاه بکنن و بعد برن دنبال تست. در طی مسیر طراحی و ساخت روبات هفته به هفته که جلوتر می رفتیم خب مشکلات بیشتر میشد، دید بازتر میشد. در اواخر خیلی مشکلات بیشتر بود. دیگه فیکس کنین دیگه آخرین تغییرات. بگیم مثلا این یه لیستی بنویسین، این کارو انجام بدین، دیگه بعدش دیگه دستش نزنید. چون موقع تمرین اختلال میاد. حالا همون خسته این اشتباهاتمون بیشتر میشه. روز آخری دیگه. همه رو فیکس کنین دیگه. حتی به نظر من همین مخزن هر چیزی که بخواید تغییر بدین، حتی مخزن هم مثلا الان نوشتن چون یه مخزن هم که باز می‌کنین دوباره ممکنه مشکل سازه. هر کوچیک‌ترین کاری تغییری بخواید بدین یه دفعه بدین. فشار کاری بیشتر بود. ساعتی که ما استراحت می‌کردیم کمتر شده بود. تایمی که داشتیم بعد به یک تایم مشخص کار تموم می‌شد، ارسال می‌شد برای تهران که شرکت مربوطه بفرسته رباتو به اندونزی. همه این محدودیت ها باعث شد که خستگی کار، فشار کار باعث می شد گاهن مشکلاتی به وجود بیاد که اصلا توی برنامه ما نبود. این هم الان تکمیل شد. اینجا تعداد 18 تا مخزن 1.5 لیتری که حالا شبیه به شیشه نوشابه است استفاده کردیم برای ربات کوچیک ما. اینجا قرار داره والا رنگاش مشخصه، سبز و سفید و قرمز پرچم ایران. ما هم که نماینده ایران باید نمادش همراه خودمون داشته باشه. اینجوری که به نظر میاد این طرف رو اشتباه گذاشتم، اون طرف رو درست گذاشتم. خب پس این رو باید بکنم و جا بجاش کنم. یکی از شبایی که ما داشتیم رو ربات کار میکردیم، یکی از مشکلات که پیش اومد این بود که حالا بچه ها اومده بودن داشتیم تستایی رو ربات انجام میدادیم، یک دفعه ربات به یه سمتی حرکت کرد. من باز یه لحظه فکر کردم مثلا احسان که داره کار میکنه مثلا داره ربات حرکت میده، ولی دیدم که نه، کنترل دست احسانم نیست و ربات داره با سرعت به یه سمتی میره. منم تا اومدم بلند شم که ربات رو بگیرم، یه خورد به زمین و بعدش که خورد به زمین خب ربات رو گرفتیم خاموش کردیم. همشهر رو به هم میخورد دیگه. حالا دوباره موتور خب این کجیش اعتماد داره درست بشه؟ ضربه خورد ربات، چرخ یکی از چرخ‌ها شفتش کج شد که حالا اون شب بسیار همه بچه‌ها به هم ریختن، تایمی نبود، باید ربات ارسال می‌کردیم. ناراحتی و نگرانی‌ها بود که چه کار بکنیم که توی این مدت زمان باقی مونده بتونیم سریع‌تر دوباره ربات رو رو به راه کنیم، چون هنوز نیاز به تست‌های بیشتر بود، تمرین اپراتورها باید ادامه پیدا می‌کرد. همه اینا باعث یعنی یک اتفاقاتی بود که خارج از برنامه بود و ما اصلا انتظارش رو نداشتیم که 3 روز مونده به ارسال ربات شفت بشکنه، شفت خم بشه، کج بشه و یک چالش جدید، یک مسئله جدید به وجود بیاد که ما باید باهاش مواجه می‌شدیم. مشکل این بود که وقتی که ارتباط بین دسته و ربات قطع می‌شد،
آخرین فرمانی که دسته به ربات داده بود تو حافظه اون کنترلرش میموند و ربات همون رو انجام میداد، دیگه قابل کنترل نبود. خب این ربات ارتباطش قطع شده بود، حرکت آخرین حرکتش هم حرکت به سمت جلو بود، با سرعت خیلی تمامی شروع کرد حرکت کردن به سمت مقابل زمین، از تور رد شد و برخورد کرد به حاشیه زمین که اونم یک نوار چوبی بود. خب اولش گفتیم اتفاقی نیفتاده، ظاهر ربات هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد که من مهرداد رفتیم بالا سر ربات، دیدیم که چرخ ربات تاب داره، موقعی که میچرخونیمش حرکت تابداری داره. بعد خب من اولش خیلی نگران شدم. حالا دوباره موتورش خوب چی الان خراب شده کاز؟ این ضربه خورد چپ موتور کج شده. خب این امکان درست کردنش هست؟ موتور باید تعویض بشه. دارین موتور؟ نه. حالا اون شرکتی که ازش خریدیم اگه موجودی نداشته باش کلن دیگه هیچ کدومشون به دردمون نمیخواد. چرخ رو باز کردیم دیدیم نه، چرخ سالمه و آسیب به شفت موتور رسیده بود. یه مشکل عاملی بود که این مشکل رو به وجود آورده بود، همون دیسکانکت شدن ارتباط ربات ها بود، ارتباط دسته و ربات بود. خب احسان و رضا شروع کردن اون کار رو اصلاح کردن. خب برای این گیرباکسی که حالا شفتش کج شده بود من مجبور شدم برم بیرون مشورت کنم با تراشکارایی که حالا تو ساعت شهر بودم ببینم میتونن شفتی رو براش تراش بدن. مشکلی وجود داشت این بود که متریال یا فلزی که ما میخواستیم نبود کرمان. اگه از فلزهای نرم استفاده میکردیم ممکن بود دوباره با کوچکترین ضربه ای این اتفاق براش بیفته، مخصوصا این چیزی که ما میساختیم هیچ وقت نمیتونست مثل اون باشه که کمپانی اصلی ساخته. بعد یه راه حلی که به ذهنمون رسید اونجا این بود که بیایم از یه قطعه ای استفاده کنیم که حالا سختی لازم رو داره. موقعی که اون حادثه اتفاق افتاد همه بچه ها به هم ریختن، یکم نگرانی بود که اصلا امکانش هست دوباره روبرو کرد، چون تنها راه حل این بود که ما یه جایگزین برای اون شفت پیدا کنیم. فکرم رفت سراغ، چون دقیقاً اندازش هم دقیق 10 میلیمتر بود، فیکس دقیق بود، اندازش هم دقیق 10 میلیمتر بود. رفتم سوپاپ فروشی و خب کلیس انداختم روش سوپاپ های خیلی مختلف، سعی کردیم که سوپاپی رو انتخاب کنیم که نیاز به تراشکاری اونقدر زیادی نداشته باشه. سوپاپ های خوبی که دارن بعضی این که تولید میشن عملیات حرارتی روشون انجام میشه و این سختیشون رو میبره بالا. تقریبا یه سوپاپی رو پیدا کردیم که 10.2 بود ضخامتش. خب ما اومدیم 2.5 میلیمتر ازش برداشتیم و خب جاخار هم براش گذاشتیم. بعد از اینکه جاخار گذاشتیم یک چرخ‌دنده بهش اضافه کردیم و باعث شد که خب اون گیرباکس ما اصلاح بشه و دیگه هم اتفاقی براش نیفتاد. یکی از دغدغه هایی که در واقع جزء خود کار هم بود این بود که ما باید اون تمام ربات هامون رو مدت زمان مشخصی قبل از مسابقه در تاریخ مشخصی همه رو به صورت در واقع جمع شده و پک شده در یک جعبه مشخص با ابعاد مشخص قرار میدادیم و توسط حالا شرکتی رو که خود برگزار کننده مسابقات معرفی کرده بود توسط اون شرکت میفرستیم به محل مسابقات. بنابراین عملا ما چند تا محدودیت اینجا داشتیم. یک زمانی رو ما از دست میدادیم برای تمرین و لازم بود که زودتر با فاصله زمانی حدود یک ماه از مسابقه ربات ها ارسال بشن. در ضمن مجبور بودیم برای اینکه بتونیم ربات ها رو ارسال کنیم اون جعبه مخصوص به ارسال ربات ها هم ساخته بشه و در ضمن از همه مهمتر این که ابعاد جعبه جوری در نظر گرفته شده بود که نمیتونستیم ربات ها رو به صورت غیر مونتاژ در واقع به صورت مونتاژ شده داخل اون جعبه قرار بدیم. مجبور بودیم که یه مقداری باز بشن و یک در حقیقت فرم کوتاه‌تر شده از ربات رو داخل جعبه قرار بدیم.
همه اینها به کنار، یک موضوع دیگه هم اینجا مهم بود، چون در حین حمل با توجه به اینکه حملش به هر حال قسمتش به صورت زمینی، قسمتش به صورت هوایی و حتی فرمای مختلف ممکن بود جابجا بشه، مشخص نبود که توی مراحل حالا بازبینی که احتمالاً توی گمرکات باش روبرو میشد چه بر سر وسایل الکترونیکی حساس ربات میومد. به همین موضوع در واقع همین موضوع باعث شد که تصمیم بگیریم که قسمت‌های حساس رو از روی ربات‌ها باز کنیم و اونها رو همراه پست هوایی ارسال نکنیم. من نقشه مدارم رو میکشم. برای چی؟ برای اینکه ربات میفرستیم اونجا رفتیم بدونیم کجا به کدوم قسمت و کدوم قسمت اتصال پیدا کرد. هر دوتا دوم الان این کارو میکنید؟ من برای الکترونیک میکشم، پیام برای اتصالات پنوماتیک. شما برای چی؟ برای اتصال پنوماتیک. کلان سیستم لوله کشی پنوماتیکی رو نقاشی میکنیم اینجا که طرح میکنیم که اونجا رفتیم، چون مدت زمانی که ربات ارسال میشه تا ما داریم اونجا حدود 20 روز طول میکشه و این 20 روز ممکنه یه سری از جزئیات که الان خاطرمون هست دیگه اونجا خاطرمون نباشه. مدت زمانی هم که اونجا فرصت داریم ربات آماده کنیم خیلی محدود و بهترین کار اینه که نقشه شو تهیه کنیم و اونجا سریع خودمون رو بروز کنیم و لحظه در لحظه همه چی خاطرمون. خب شما گفتید بس کدوم قسمت از نقشه؟ مخازن لوله های آبی رنگ که حالا هوا رو هدایت میکنن، فشار سنجا، شیرا و سیلندر های پنوماتیکی که حالا با سیلندر خطی و قلمی که توی سیستم هست، تمام اینا رو مدل میکنن. شما چی؟ شما هم مدارات الکترونیکی، سیمای موتورا، درایورا، سیمای شیرای برقی، اینا رو میکشم که یادم باشه. به دلیل ابعاد محدودی که اون جعبه داشت ما مجبور شدیم که خیلی از قسمت‌های ربات رو باز کنیم، بسته‌بندی کنیم و داخل جعبه قرار بدیم و باید روزی که اونجا می‌رسیدیم در تایم محدودی همه بسته‌ها رو باز می‌کردیم، دوباره ربات رو مونتاژ می‌کردیم. یکی از چیزهای خیلی مهمی که موقع بسته‌بندی در نظر می‌گرفتیم بود که به صورتی در واقع ربات داخل این بسته‌ها قرار بگیره که اگر احتمالاً جابجا شد، حین جابجایی آسیبی به قسمت‌های مختلفش وارد نشه و حالا با استفاده از یه سری در حقیقت چون بار وزن اون محموله مشخص بود از یه مقدار بیشتر نمیتونست باشه، به هر حال با ابزارهایی که داشتیم تونستیم اینا رو مهار کنیم و تا حد ممکن حالا اونجا که میرسه آسیب کمتری ببینیم. بوتری هم بعضی سالی که آسیب طبعا احتمال اینکه هر کدوم از قطعات ربات چه حین تست چه حین مسابقه اصلی آسیب ببینه وجود داشت. به همین علت ما سعی می‌کنیم از اون مواردی که حالا امکانش بود برامون قطعه یدکی هم داشته باشیم و این قطعات یدکی هم همراه ربات در حقیقت ارسال شدن و نهایتا تونستیم اونجا به هر حال مواردی هم بود که استفاده کردیم ازش. برای خواهر آسیب بفرستم ببینم که را افتاد. یه جو بگی کامیون بیفته به حالت دیوارهای کامیون. خود من و بعضی دیگر بچه ها دفعه اولشون بود که به سفر خارج از کشور می رفتن. تیم ایران اولین تیمی بود که محل هتل مسابقه رسید. سفر ما از فرودگاه کرمان آغاز شد. تعداد خیلی زیادی کمکی و تماشاچی و هوادار همراه تیم اومده بودن به محل مسابقه.